خب همونطور که شما میبینید ما داریم کم کم میایم به سمت راست هی و ابزارها رو داریم همینجوری از چپ به راست با هم مرور میکنیم. الان میایم سراغ این آیکونه که اینجا هستش. اولین عنوان سلکت هست، بگم کاملا مشخص کاری که انجام میدی. بخاطر این توضیح زیادی من در موردش نمیدم خدمتتون. فقط تنها چیزی که هست اگر شما حین انتخاب کردن یک کلیپ آلت رو نگه دارید و با ابزار سلکت جابجا بکنید، کپی میگیره ازش و از اون یه دونه کپی درست میکنه. عنوان دومی که اینجا داریم ابزار تریم شما هست. تریم کردن توی فایل کات ایکس یه مقداری تفاوت میکنه با چیزی که توی ذهن شماست. معمولا حالا حد میزنم به شکل کلاسیک تریم کردن اینه که شما میایید مثلا لبه کلیپ رو انتخاب میکنین، کم و زیاد میکنین طولش رو، یا به طور مثال میایین این وسط کات رو انتخاب میکنین و حالا جا به جا میکنین. ولی این ابزار که تریم یه جور دیگه کار میکنه. به طور مثال شما فرض کنین اگه بخواین دقیقا این فریم رو منتقلش بکنین جایی که این کات هست، میتونید اینو انتخاب بکنید و اینجوری درگش بکنید به سمت راست تا جایی که دقیقا میفته روی کات. حتی راه راحت تری هم هستش، ولی حالا مثلا یکی از کارهایی که میشه باشه انجام داد همینه. اگر شما خود کلیپ رو انتخاب بکنید این کار رو انجام میده که شما میتونید تصویری که داخل کلیپ هست رو به این شکل جابجا بکنید. شبیه اون اسلیپ اند اسلایدیه که ما توی فایل کات 7 داشتیم. و اگر شما آلت رو نگه دارید خود این کلیپ ثابت میمونه، کلیپ های قبل و بعدش کم یا زیاد میشن. یعنی از قبلی کم میکنه به بعدی اضافه میکنه یا بالعکس. باز نکته دیگه که وجود داره، شما زمانی که دارین اینو جابجا میکنین همونطور که میبینین این آیکون کانکشن شما این پایین هستش و تا یه جایی اگر برید اینجوری میاد و قفل میکنه، چون که این به این لبه، البته فکر میکنم علتش این باشه. یه لحظه اجازه بدید من اینو جابجا بکنم. یک بار هم تست بکنم اگه من اینو تا اینجا بیارم. نه کلیپ هم تمام شده، ببخشید. من فکر کنم به خاطر اینکه این به این انتها میرسه ولی این اتفاق نمیفته. خب اگر شما نخواستید این کلیپ پایینی باهاش جابجا بشه، باز دوباره میتونید همین تیلدا رو نگه دارید و باز اگر تریم بکنی این کانکشن سر جاش میمونه و فقط خود این کلیپ جابجا میشه. در مورد کلیپ های دیگه هم به همین شکل. به طور مثال من اگر اینجا این کلیپ رو جابجا بکنم این اتفاق میفته. اگر تیلدا رو نگه دارم باز به همین شکل، فقط تصویر توی این یکی جابجا میشه. اما یکی از چیزهای بسیار بسیار جالبی که این تریم داره و کاملا زیرخاکیه، یعنی اصلا دیده نمیشه و به همین راحتی شما نمیتونید پیدا کنین کار کرده شو، اینه که شما مثلا فرض کنین حالا میخواید بدونید از این کلیپتون چقدر مونده. یکی از راهاش اینه که شما بیاین اینجا دابل کلیک بکنید روی این لبه ها که پرسیشن ادیتور برای شما باز میشه. اون چیزی که ما اینجا فکر کنم کلیپ باشه، بله دقیقاً، و شورتکاتش هم کنترل ای هست. از طریق این پرسیژن ادیتور هم شما میتونید ببینید یک کلیپ چقدر ازش هنوز تصویر مونده، یا اگه بخواید میتونید اینجا با یه تک کلیک این تصویر رو تریم کنید تا اینجا. این دقیقا همون چیزی که ما به شکل تریم معمولا میدیدیم تو نرم افزارهای دیگه و این چیزی که در واقع از تریم انتظار داشتیم. یا به طور مثال اینجا شما ممکنه بگید که من میخوام این کلیپ رو از اینجا شروع کنم یا نه از اینجا شروع کنم. هر موقعی که کارتون تموم شد میتونید خیلی راحت کلوز رو بزنید، یا اگر خواستید دوباره دابل کلیک، یا اگر خواستید کات های بعدی رو هم همینطور میتونید ببینید که خب حالا این یکی کلیپ چه شکلیه. مثلا ممکنه شما بخواید از اینجا شروع کنید یا ممکنه بخواید این یکی رو اینجا تموم کنید. در عین حال یه روشی هم هستش که خود این تریم با این ابزار تریم میتونید شما ادامه این تصویر رو ببینید. یعنی موقعی که اینجوری درگ میکنید به جای اینکه این یکی تصویر رو ببینید ادامه همین رو ببینید، که خودم هم راستش از این زیاد استفاده میکنم. و اونم به این شکلی که شما موقعی که به اینجا میرسید به جای اینکه
کلیک موس رو ادامه بدید، چپ و راست روی کیبورد بزنید. حالا شما اگر راست رو بزنید دیگه نمیاد اون یکی کلیپ رو نشون شما بده، خود همین یکی کلیپی که شما روش هستید رو نشون میده، که برای دیدن ادامه کلیپ ها خیلی خیلی به درد میخوره و خیلی راحت تره تا اینی که شما بخواید یه پنجره رو باز کنید و ببندید حالا اون کار رو انجام بدید. اگر هم خواستید این تایم ایندیکیتورتون با چیزای بیشتری جابجا بشه، یه فریم یه فریم جابجا نشه، شما شیفت رو نگه میدارید و شیفت راست حالا 10 فریم 10 فریم شما رو جلو میبره. ابزار دیگری که اینجا هست این عنوان پایینی پوزیشن با شورتکات P که قبلا دیدیم شما اگر خواستید به طور مثال فرض کنید این کلیپ رو از اینجا وردارید و یه جای دیگه بذارید، با این ابزار میتونید خیلی راحت این کار رو انجام بدید. و این مگنتیک تایملاین دیگه در واقع برای کلیپ هایی که شما با پوزیشن تول جابجاشون میکنین تأثیری نداره و مثلا فرض کنید شما اگر من اینجا بذارم بخوام این یکی هم جابجا بکنم هم همینطور باز میتونه این اتفاق بیفته. و همونطور که شما میبینید دیگه مگنتیک تایملاین رو این قانون میشکنه، مگر اینکه شما چیزی بهش کانکت داشته باشید. به طور مثال من اگر اینجا حالا تیلدا رو نگه دارم، باز همون ابزار خیلی خفن خودمونو، باز اگر اینجا با پوزیشن تول جابجا بکنم دیگه اون اتفاق نمیفته و حالا دیگه داشتن کانکشن هم باعث نمیشه که این بخواد مشکلی براش ایجاد بشه. ابزار بعدی رنج سلکشن هست. رنج سلکشن شاید الان خیلی کارایی نداشته باشه، قبلا ممکن بود توی فاینال کات بیشتر به درد بخوره. شما میتونید یه تیکه از کلیپ رو انتخاب بکنید، به طور مثال از اینجا تا اینجا، و میتونید فرض کنید یه فیلتر رو فقط به این تیکه نسبت بدید بدون اینکه کات بزنید. اما شاید تنها جایی که یه کارکرد مفید و خوب میتونه داشته باشه روی صداست. به طور مثال شما من یه لحظه اینو دیسلکت بکنم تا بهتر مشخص بشه، میخواید صدای این کلیپ رو کلا کم بکنید ولی میخواید از اینجا تا اینجاش صدا بیشتر باشه، به جای اینکه شما بیایید مثلا چند تا کی فریم بزنید، میتونید این ابزار رنج سلکشن رو انتخاب بکنید، بیایید اینجا بگید خب حالا مثلا از اینجا تا اینجا رو برام انتخاب کن، و حالا اگر صدا رو زیاد بکنید خودش دیگه اونجا کی فریم های مورد نظر رو میذاره. ولی درست زیاد کار رو این نداره، حالا باز خودتون ببینید کجا ها ممکنه به کارتون بیاد. ابزار بعدی که بلید هست و تیغ هست کاملا مشخصه چه کاری انجام میده. بذارید من چند تا کلیپ رو روی هم بذارم تا یه خورده بهتر مشخص بشه. اگر شما اینجا باشید بلید رو بزنید فقط همین یه دونه کلیپ کات میخوره، یعنی شما روی هر کلیپی که باشید اگه بلید رو بزنید فقط همون یه دونه رو کات میزنه. اما اگر شما تو حین کات زدن اگر آلت رو نگه دارید، ببخشید اگر شیفت رو نگه دارید، معذرت میخوام، اگر شیفت رو نگه دارید تمام اون کلیپ ها رو اونجا کات میزنه، یعنی شما فرق نمیکنه روی پایینی یا وسطی یا بالایی باشید، هر جایی باشید اگر شیفت و بلید رو بزنید کل اینجا براتون یک کات اضافه میکنه. زوم و هند هم که خب کاملا مشخص هستن، زوم روی تایملاین شما زوم میکنه، اگه آلت رو نگه دارید زوم بک، و هند هم که شما میتونید روی تایملاین باش جا به جا بشید.